اتاق بازرگانی افغان آمریکایی بین روزهای 26 تا 29 مهر ماه پنجمین کنفرانس معرفی بازرگانان آمریکایی و افغان را به منظور گسترش پیوندهای بازرگانی و اقتصادی بین دو کشور در واشنگتن برگزار کرد. در روز نخست کنفرانس اجمل غنی، یکی از بنیانگذاران اتاق بازرگانی افغان آمریکایی که در حال حاضر ریاست هیئت مدیره آن سازمان را به عهده دارد، به تلویزیون واشنگتن گفت که موفقیت امسال این اتاق بازرگانی بیشتر از سالهای گذشته بوده است. به تناسب سالهای گذشته تعداد اشتراک کنندگان از افغانستان و از سر تا سر آمریکا و حتی از اروپا روز به روز زیادتر شده میره، چون علاقه‌مندی بیجاست و این تنها کنفرانس است در سر تا سر دنیا که در قسمت سرمایه گذاری در افغانستان کار میکنه. غنی در ادامه تصریح کرد که بیشترین موفقیت برای جلب سرمایه گذاری در افغانستان در دو قسمت مخابرات و ساختمان سازی حاصل شده است. ولی در دو عرصه‌ای که افغان‌ها موفق شدند که در اونجا سرمایه گذاری کنند، در قسمت تلکومیونیکیشن است که یکی از پیشرفته‌ترین سکتورهاست در تمام منطقه. مثال با مقایسه با ایران، شما در افغانستان میتونید با $1 میتونید شما یک سیم کارت بگیرید و تلفن صاحب تلفن شوید. مثال دوم در قسمت ساختمانی. در قسمت ساختمانی چون افغانستان در طول 30 سال صدمه‌های زیادی دیدن، در قسمت ساختمانی کمپانی‌های یا شرکت‌های ساختمانی در افغانستان موفقیت‌های داشتن که هنوز به اون چیزی که ما خواسته باشیم نرسیدن، ولی خب باز هم موفقیت‌های داشتن. بله، این کنفرانس همزمان با هفته‌ای برگزار شد که در آن در واشنگتن و به ویژه در دولت پرزیدنت باراک اوباما بحث در مورد چگونگی حل معضل افغانستان که اوباما از سلف خود جورج دبلیو بوش به ارث برده بالا گرفته است. از جمله سخنرانان مهم این کنفرانس میتوان از عمر زخیلبال، وزیر دارایی افغانستان، سعید طیب جوال، سفیر افغانستان در ایالات متحده، پال برینکلی، معاون وزیر دفاع آمریکا، پال جونز، معاون ریچارد هولبروک، فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان و زلمای خلیلزاد، سفیر سابق آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل متحد نام برد. طی این کنفرانس کارشناسان در مورد تجربیات به دست آمده توسط سرمایه گذاران و شرکت‌های خارجی و همچنین نقطه نظر بازرگانان آمریکایی و افغان در مورد فرصت‌ها و امکانات برای سرمایه گذاری و تجارت در افغانستان به تبادل نظر پرداختند. سازمان مستقل اتاق بازرگانی افغان آمریکایی با برگزاری کنفرانس‌های معرفی و آشنایی و فعالیت‌های از این قبیل در جهت تسهیل بازرگانی، سرمایه گذاری و گسترش روابط تجاری بین افغانستان و آمریکا تلاش می‌کند. آن اتاق بازرگانی توسط برنامه‌های مختلف از منافع اعضایش و از اقتصاد بازار آزاد در افغانستان حمایت کرده و در راه تحکیم روابط اقتصادی بین آمریکا و افغانستان تلاش می‌کند. آن سازمان می‌کوشد تداوم اولویت اقتصاد آزاد در افغانستان برای سیاستمداران افغان و آمریکایی تضمین شود و به عنوان واسطه‌ای بین بخش‌های خصوصی و دولتی سیاست‌های منتهی به افزایش تجارت سرمایه‌گذاری بین افغانستان و آمریکا را تشویق می‌کند.